یکی از دلایل وجود گزینه 5 بحث سال کنکور بود و بحث فشارهای روانی سال کنکور. ما یکی دو تا ویدیو در این مورد داشتیم، ولی خب ابعاد زیادی داره و چطوری میشه مدیریتشون کرد. با آدم‌های مختلفی صحبت می‌کنیم و از تجاربشون پی می‌بریم که چطوری باید سال کنکور رو پیش ببریم، چون هممون به یک حداقل فروپاش روانی میرسیم تو سال کنکور، مگر اینکه ربات باشیم مثلا این رتبه 1-2 باشیم، ولی در غیر این صورت به اون فشارهای روانی میرسیم و دقیقاً ویدیو اون هم در همین مورده. من سنا، ورودی 403، مهندسی صنایع بهشتی. شما تو این مسیری که داشتین چه چالش هایی داشتین و حالا بزرگترین چالش هاتون تو مسیر سال کنکور چی بود؟ من اول از همه اگه بخوام از نگرانی هام و حالا چالش هایی که داشتم بگم، باید بگم که من به شدت آدم استرسی و نگرانی بودم تو سال کنکور. خیلی زیاد، خیلی خیلی، یعنی هرچقدر بگم خیلی کمه. واقعا نگرانی هایی که حالا من داشتم از اون خیلی فکر کردن به آینده و حالا ترسیدن از آینده می اومد. چون مثلا من باخت خودم همون اول که شروع کرده بودم حالا به مطالعه هدف گذاشته بودم، گفتادم که آقا مثلا من میخوام رتبه منطقم زیر 1000 باشه، توی یکی از دانشگاه‌های تهران هم درس بخونم و مثلا میشستم رویا پردازی میکردم راجع به این. و بعد یهو اینجوری بودم که خب اگه نشه چی، اگه هیچ کدومشون اتفاق نیفته چی. بعد میرفتم اصلا توی فاز ناراحتی خیلی خیلی زیاد و اصلا خیلی بد میشد و کلا حول این آینده نگریه و اینا میگذشت. اتفاقا دلیلم داشتم که انقدر نگران بودم راجع به آیندهه و دلیلش هم دقیقا همون چیزایی بودن که باعث ناامیدی من میشدن. خب مثلا تا وقتی که یه هدف داری، من آقا میخواستم رتبه منطقم زیر 1000 شه، میرفتم چک میکردم میدیدم مثلا یه نفری که رتبه منطقش توی منطقه من زیر 1000 شده، درصدش این بوده، مثلا نمراتش این بوده، تراز کنکورش این بوده. و حالا من خودم آزمون آزمایشی که شرکت میکردم رو آزمون هدف گذاری میکردم، آزمون آزمایشی که شرکت میکردم قلمچی بود، حالا بقیه آزمون میزدم کنار، ولی خب اون جدیه قلمچی بود. و حالا هدفی که داشتم تراز بالای 6000 قلمچیه بود. ولی خب اون اوایل که من شروع کرده بودم با وضعیت خیلی بدی شروع کردم، خیلی فاصله داشتم با چیزی که میخواستم. من قبل از شروعم ساعت مطالعه میتونم بگم صفر بود رسما، و خب با 4 ساعت و نیم مطالعه شروع کردم و خیلی ساعت مطالعه زیادی بود برای من که قبلش صفر بودم، بعدا مثلا هر هفته هر روز 4 ساعت و نیم مطالعه داشتم و خب انتظار نتیجه خیلی خوبی هم داشتم. ولی با ترازی که شروع کردم 4700 800 اینا بود و خیلی فاصله داشت. و حالا یادم هر دو هفته مثلا درس میخوندم میرفتم، بعد میدم نتیجه خیلی بد شده، میومدم کلی غر میزدم پیش مشاورم که چرا اینجوری شده و اینا. با سیستم اونقدر آشنا نبودم اونقدر، و حالا مشاورم هم میگفتش که کلا این پروسه نتیجه گرفتنه یه پروسه زمانبریه، تلاش خیلی زیادی میخواد، استمرار میخواد. و خب اینقدر اینو به من میگفت که من از یه جایی به بعد که تصمیم گرفتم قبول کنم، گفتم که اوکی من صبر میکنم، اصلا دیگه انتظار نتیجه خوب ندارم، ببینم چی میشه. گذشت و این نتیجه همون جوری ثابت مونده بود، یعنی رو همون 4700 800 مونده بود تا نصف سال. و من ناامید خیلی زیاد که این چرا درست نمیشه، چون مثلا اول که با 4 ساعت و نیم شروع کردم همین 4 ساعت و نیم نمیموند، مثلا کیفیتم به مرور داشت بهتر میشد، تعداد تستام داشت میرفت بالاتر، ساعت مطالعه ام بیشتر میشد، ولی این نتیجه همون جوری ثابت مونده. تا نیمه اول سال یه ذره اومد بالاتر، اومد رو 5000، مثلا 5100، بعض وقتا پایین تر از 5100 بود، ولی خب 5000 رد کرده بود و من خیلی خوشحال و اینا. ولی خب این خوشحالیه اصلا قرار نبود اینقدر پایدار بمونه، چون مثلا این 4700 که نصف سال مونده بود برای من ثابت بود، این بازه 5000 یک سال و نیم قرار بود ثابت باشه و خیلی خیلی ضربه میزد به من این نتیجه، چون خیلی فاصله داشتم و هر چقدرم این تلاش رو بیشتر میکردم چیزی که میخواستم نمیشد. و حالا رفتیم سال دوازدهم. سال دوازدهم دیگه خیلی جدی و سفت و سخت داشتم میخوندم، مثلا اگه قبلا روزایی که مثلا بیکار بودم 6 ساعت درس میخوندم، الان روزی که میرفتم مدرسه من ثابت 6 ساعت رو داشتم، روزایی که نمیرفتم 10 ساعت ثابت بود، تعداد تستام خیلی رفته بود بالاتر، تسلطم بیشتر شده بود. ولی این بازه 5000 قشنگ ثابت بود واسه یه سال و نیم. حالا یه پیشرفتای کوچیکی میکرد، مثلا 5100 شد 5400، از 5400 شد 600، دیگه از 5800 دیگه همینجوری ثابت بود. و من خیلی خیلی ناراحت شدم، یعنی یادمه که هر دو هفته یک بار که آزمون میدادم میومدم خونه، یه سانس گریه رو قشنگ میرفتم،
بعد شروع میکردم به ادامه یه راه و همین جوری میگذشت. و حالا اگه بخوام راجع به فشارهای روانی صحبت کنم، حالا در کنار اینا من به شدت خودم رو مقایسه میکردم با بقیه. مثلا با همکلاسیام، دوستام، میدیدم مثلا طرف با تاخیر شروع کرد، خیلی دیرتر از من شروع کرده، مثلا طرف یه سال دیرتر از من شروع کرده، ولی نمره هاش مثل من بود، درصدای طرف مثل من بود، سطحش از نظر حالا نتیجه‌ای هم سطح من بود و این خیلی منو ناراحت میکرد. حالا علاوه بر این من مشاورمم، خب علاوه بر من دانش آموزای دیگه ای هم داشت و من خودمو با اونا هی مقایسه میکردم، میگفتم آقا برنامه یکیه، ساعت مطالعه تقریبا یکیه، منابع یکیه، ولی چرا نتیجه متفاوت؟ چرا مثلا من باید پایین تر از اون باشم؟ تلاشم دقیقا میتونه تلاش کافی باشه، ولی خب چرا نباید نتیجه ای که میخوامو بگیرم؟ و این مسئله به یه جایی رسیده بود که من از یه جایی به بعد دیگه هیچ دلیلی واسه این نتیجه‌ای بعد جز خنگ بودم پیدا نمی‌کردم. یعنی اینجوری بودم که خب اوکی، من خنگم، ضربوشه من خیلی پایینه، من اصلا در سطح رقیبام نیستم، اصلا نباید باشم تو این مسیر و مدام از این جور فکرها. این گذشت و گذشت و یه اتفاقی که افتاد و قشنگ تیر خلاص بود دیگه و بعد از اون یه مرده متحرک بودم قشنگ، بحث کنکور اردیبهشت بود. من سر کنکور اردیبهشتم، کنکور اردیبهشت من خیلی بد گذشت، خیلی نتیجه دور از انتظاری داشت برای من. اینجوری بود که ما یادم دو تا دفترچه داشتیم، دفترچه ریاضیات، دفترچه فیزیک و شیمی، و من اون دفترچه فیزیک و شیمیه توی اون مدیریت زمانه یه جا از دستم در رفت و استرس خیلی زیاد گرفتم، در حدی که یه رو 10 دقیقه از وقت دفترچه دومم قشنگ پرید چون مغزم قفل شده بود و اصلا نمیتونستم سوال حل کنم. هی سعی میکردم خودم رو آروم کنم، حرفای خوب بزنم به خودم، هی نفس عمیق، ولی این درست نمیشد و یه رو 10 دقیقه آخر میتونم بگم قشنگ رفت الکی. و بعد از اون دیگه خیلی خیلی حالم بد شده بود، یعنی انتظار نتیجه که اصلا نداشتم، اصلا رو قبولی امسال حساب باز نکرده بودم. اینجوری بودم که مثلا میرفتم با مشاورم حرف میزدم و اینا، میگفتم خب امسال که اصلا هیچی، امسالو بیخیال، سال بعد من بخوام بمونم پشت کنکور باید واسه 11ام هم سابقه تشکیل بدم، بعد 12ام هم از اون ور شاید ترازوش فرق کنه، اونم بعد ترمیم بزنم، خب دوتا پایه با هم خیلی سخت میشه، سال بعدم نه یه سال دیگه، بعد سال بعدش 10ام هست، سابق 10ام هست، باز این 11ام اگه بشه ترمیم باید بزنم، بعد 12ام اگه فرصت بدم باز اونم میفته و اینم دیگه پرید. آقا من اصلا تا آخر زندگیم باید بمونم پشت کنکور رو، اصلا بی خیال، این مسیر مال من نیست. و خیلی بد بود، کلا دوران خیلی سختی بود از اون به بعد. و درس خوندن من اینجوری بود که فقط میخوندم که تموم بشه. حالا من الان یه ذره میخونم، بعد سال بعد که پشت کنکورم دیگه حداقل اینا رو خوندم ضرر نداره، یعنی فقط دنبال این بودم که بگذره. قبول دارین که اینکه مثلا ساعت مطالعاتون با بقیه بچه‌ها یکی بود یا خیلی چیزای دیگه‌تون یکی بود ولی اون نتیجه اونقدر خوب نبود به خاطر خنگ بودن نبود و به خاطر استرس گرفتم بود؟ من خودم الان که فکر میکنم میتونم بگم که شاید استرس میتونه تاثیرگذار باشه، ولی یه بخشش احتمال میدم که به خاطر اون کیفیته بود. شاید کیفیت من میتونست مثلا پایین تر از بقیه بچه ها باشه، صرفا چون اون کمیت مهم نیست که کیفیت هم مهمه در کنارش. ولی خب اینجوری بود که من اون کیفیت هم باز خیلی سعی میکردم بالا نگه دارم، یعنی حالا هر هفته، هر دو هفته یک بار بعد از آزمونا که میومدم خونه، من اون تحلیل آزمونا رو داشتم بعد از هر آزمون، قشنگ میرفتم ریز میگشتم کجاها مثلا آزمون ایراد داشتم، کجا اشتباه کردم، اونا رو در می آوردم، می نوشتم و خب سعی می کردم واسه آزمونای بعدی اصلاحشون کنم و خب رو اون کیفیتم خیلی کار می کردم. علتش دقیقا همین بود که خیلی ناراحت بودم که چرا نمیشه. با همه این داستانا اینا اصلا چرا ادامه دادیم؟ خب یه مسئله ای که بود همین بحث تموم شدنه بود که مطرح کردم. و یه چیز دیگه ای هم که بود اینجوری بودم که خب الان این همه اتفاق داره میفته، من حداقل اون تلاشه رو تا تهش بکنم، تا ته راهو برم که اگه مثلا یه وقت نشود نتونم از خودم ایراد بگیرم، بگم آقا تو تلاش نکردی، به خاطر تلاش نکردن تو بوده. دلم میخواست تا تهش رو برم که حداقل از این بابت دیگه نگرانی و حسرتی نداشته باشم. شما در نهایت شدین رتبه 886 و الانم صنایع بهشتی، به نظرتون چی شد که به اینجا رسیدید و رتبتون این شد؟ یه بحثی که من الان که برمیگردم نگاه میکنم و به نظرم خیلی کلیدی و مهم بود اون بحث استمراره بود. حالا من اون اوایل که شروع کرده بودم سر مثلا اتفاقات خیلی کوچیک، مثلا ناامید میشدم ول میکردم، مثلا چند روز درس نمیخوندم دوباره برمیگشتم، ولی سال 12ممو خیلی سفت و سخت جدی گرفته بودم این استمرار رو، یعنی هر روز تحت هر شرایطی، مثلا مریض بودم، خسته بودم، سعی کردم اون پیوستگی رو حفظ کنم و
فکر میکنم این خیلی کمک کرد. کلن این فشارهای روانی، نگرانی ها و کلن استرس ها چجوری کنترل میکردین و مدیریتشون میکردین؟ به نظر من کلن قبل از شروع هر مسیری خیلی خوبه که آدم به دو تا نکته توجه کنه. مورد اولش اینه که اون مسیر رو با وجود حالا هر سختی که داره، هر چالشی که پیش میاد، هر مسئله‌ای که هست، تا ته 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 تهش ادامه بدی. مثلا یه سری موقع هستا تو میری یه مسیر رو شروع میکنی، بعد اون اواسطش تازه میفهمی ماجرا چیه و اصلا تو نمیخوری به این مسیر. اونجا خوبه ول کنی بری یه جای دیگه، در صورتی که یه مسیر جایگزینی باز پیدا کرده باشی. در غیر این صورت نظر من رو همون ادامه دادن است، چون در نهایت حسرت چیزی رو نمیخوری، مثلا چه بشه چه نشه، اینجوری که آقا من تمام من این بود دیگه، حالا نشد دیگه چیکار کنم. و مورد بعدی اینه که بپذیریم که کلن چالش، سختی و حالا این فشارا توی همه مسیرها قراره باشه. یعنی تو هر مسیر رو که ورود کنی و خیلی جدیش بگیری، به طور جدی دنبالش کنی، این سختی ها میان. وقتی که تو قبول میکنی که آقا این یه بخشی از طبیعت این مسیره، این اصلا باید اتفاق بیفته، باید باشه، نباشه یه جای کار میرنگه، خیلی راحت تر میتونی از پسشون بر بیای، بهشون غلبه کنی. حالا من خودم یه سری راهکارا بودن که طی سال کنکورم سعی میکردم انجامشون بدم و خب خیلی حالمو بهتر میکردن و تأثیر داشتن روی این مسئله. اولین چیزی که به نظرم خیلی میتونه کمک کننده باشه، صحبت کردن با یک آدمیه که شما و شرایطتون رو درک میکنه. بهترین آدم به نظر من اون شخصیه که خودش یک بار این مسیر رو به طور خیلی جدی اومده دنبال کرده. چرا میگم جدی؟ چون وقتی که جدیش میگیری تازه میاد، تازه میری تو اون عمق دارک ماجرا و میفهمی که قضیه چیه. به خاطر همین آدمی که اینا رو تجربه کرده و از دلشون گذشته و حالا رسیده به اون نتیجه، قشنگ میفهمه، میفهمه که الان خب چه راهکاری باید به تو بده، میفهمه که چه جوری باید تو رو دلداری بده و این فهمیدنه خیلی کمک میکنه. برای من به شخص این شخص مشاورم بود و خیلی هم ممنونم ازش. برای بچه‌ها میتونه هر کسی باشه. حالا من که صحبت میکردم با مشاورم و اینا، یه چیز خیلی جالب به من میگفت، میگفتش که تو وقتی که میری راجع به مشکلت، راجع به اون حالا دردی که داری با یک نفر صحبت میکنی، انگار داری این مسئله رو از دید یه سوم شخصی هم نگاه میکنی، انگار علاوه بر اون چشمای تو دو تا چشم دیگه هم هست که داره از بالا به این مسئله نگاه میکنه. و خیلی هم مسئله درستی بود، چون مثلا من هر موقع که حالا یه چالشی برام پیش می اومد، اینجوری بودم که فقط خودم بودم مرکز یه دایره و اون دایره حاله مثلا مشکلات و استرس ها و کل مثلا بدبختی های من بود. مثلا دیدید اسبا رو چشمند میزنن به چشمشون که فقط اون جلو رو میبینن و حواسشون پرت نمیشه. من قشنگ همین بودم، یعنی فقط خودم رو میدیدم، طرز فکرم و اون مشکلی که جلومه. ولی وقتی که صحبت میکردم حالا با بقیه، اینجوری بود که انگار اون چشم بنده برداشته میشد، یه ذره میتونستم متفاوت تر راجع به اون مشکل فکر کنم، فقط نظر خودم نبود. و خب بعضی وقتا میفهمیدم که اوکی، این مسئله اون قدم که من دارم بزرگش میکنم جدی نیست، مثلا شاید با یه اصلاح خیلی کوچیک حل بشه، با یه ذره مثلا تلاش بیشتر حل بشه. و این صحبت کردن خیلی موثر بود. یه بحث دیگه که بخوام بهش اشاره کنم و جدیدنم خیلی دارم میبینم که تو فضای مجازی داره راجع بهش صحبت میشه، بقیه دارن بهش پی میبرن و انجامش میدم، اونم بحث نوشتنه. ما به عنوان یه کنکوری ذهنمون واقعا شلوغه، ذهن خیلی خیلی شلوغی داریم، کلی مسئله هست که تو شبانه روز بشینی راجع بهشون فکر کنی و نگرانی و استرس بکشی. چه میدونم آقا کنکور تیرم، کنکور اردیبهشتم، معدل نهایی، معدل دیپلمم، از اون بر مثلا کلی اخبار میاد، مثلا چیز میز عوض میشه، اصلا تا صبح میشه نام برد. و خب ذهنمون خیلی شلوغه. کاری که نوشتن میکنه به نظر من اینجوریه که تو اون نخ فکرتو برمیداری از اون همه هیاهو و حالا شلوغی، میبندی نوک قلمت و اونا رو خیلی منظم میاری روی یه کاغذ و این نظمه باعث میشه که تو منظم هم فکر کنی. و وقتی که منظم تر فکر میکنی، خب اون ایده هایی که به ذهنت میرسه، اون راهکارهایی که به ذهنت میرسه خیلی خیلی موثرترن و کلن بازدهی اون فکر کردن خیلی بیشتره. یه بحث دیگه هم که حالا نوشتن داشت برای من این بودش که همون بحث برون ریزیه بود که تو صحبتم بود. کلن این برون ریزیه به نظر من خیلی چیز کمک کننده ایه توی هر مشکلی، حالا کلن نه صرفا استرس های کنکور، تو کل زندگی. پیشنهاد میکنم که حالا با هر روشی که هست، حالا غیر از این دوتا، بچه ها حتما انجامش بدن. یه نکته خیلی مهم دیگه که به نظرم هر کنکوری بهش نیاز داره، یعنی هر چی رو که در نظر نمیگیرید اینو حتما در نظر بگیرید، اون بحث مثبت اندیشی است.
مثبت اندیشی به شدت مهمه تو سال کنکور، چون چیزی که زیاده و هیچ وقتم کم نمیاد خدا رو شکر چیزای منفیه. یعنی اصلا منفی بافیو میتونی تا آخر مثلا زندگیت ادامه بدی تو سال سالای کنکورت و اصلا هیچ وقت کم نمیاد. به خاطر همین اینجا اون مثبت اندیشی خیلی مهمه. من اون اوایل کلا خیلی آدم منفی بافی بودم و حالا اطرافیانم خیلی بهم میگفتن مثلا یه ذره مثبت فکر کن راجع به این مسئله، یه ذره مثلا طرز فکرتو عوض کن، و من خیلی گارد داشتم راجع به این مثبت اندیشیه. علتش هم این بود که میگفتم خب آقا من دارم نتایجمو میبینم، الان یه مدت گذشته، من تو آزمون هیچ پیشرفتی نداشتم، تلاشم زیاد بوده، تلاشمو بیشتر کردم ولی نتیجه نگرفتم، خب من چرا باید بیام مثبت اندیش باشم الکی خودمو گول بزنم که آقا همه چی خوبه، مثلا شرایط الان خوبه میتونه بهتر بشه، بهتر نشده، من چرا باید بیام خودمو گول بزنم. من یادمه کلا چون خیلی درگیر بودم حالا با این بحث استرس و چالش ها و اینا، هر موقع که یه وقت خالی حالا پیش میومد بین اون ساعتای مطالعه‌ام میرفتم ویدیو میدیدم راجع به این زمینه، اینکه چیکار کنم، حالا چه راهکارایی هست. یادمه که یه ویدیو می‌دیدم اتفاقا راجع به همین بحث مثبت اندیشی بود و داشت اشاره می‌کرد به اینکه خیلی از ما این مثبت اندیشی رو نداریم به خاطر اینکه فکر می‌کنیم داریم خودمون رو گول می‌زنیم، و داشت میگفتش که الان برید فکر کنید که چه جاهایی بوده که شما خودتون رو گول زدید که منفی فکر کنید. یه سری جاها بوده، چه جاهایی بوده که مسئله اصلا اونقدر بزرگ نبوده ولی هی به خودتون تلقین کردید، اونجا خواستید خودتون رو گول بزنید که آقا این خیلی مسئله بزرگیه، مسئله رو بزرگ کردید برای خودتون، اون گول زدنه نیست. و الان که یه ذره میخواد حالتون بهتر بشه، یه ذره میخواد به نفع خودتون کار کنید، میگید گول زدنه. و این مثبت اندیشیه به نظر من خیلی خیلی اساسی و ضروریه. و حالا بحثی هم که هست اینکه چه جوری مثبت اندیش باشیم، به نظر من مهمترین بحثش همون تلقینه است. خیلی جاها به نظر من حتی نیازه که الکی تلقین کنیم، چون خیلی جا هم الکی میایم تلقین میکنیم که حالمون خوب نباشه، و این تلقینه یه جایی حتی اگه غلط باشه، حالا دیگه نه در اون حد فضایی، ولی یه سری جا حتی اگه درستم نباشه میتونه کمک کنه. اساسی ترین چیزش همین تلقینه است. ولی خب من این آخرا که حالا از بعد کنکور اردیبهشتم خیلی حالم بد شده بود، یه سری راهکارا سعی میکردم استفاده کنم و اینا رو مستمر انجام میدادم که دلم میخواد اینجا مطرحشون کنم. من آخر شبا که حالا برنامه‌ام تموم می‌شد، سعی کردم یه بخشی رو اختصاص بدم به کلاً کار کردن روی روانم. من 3 تا کار انجام می‌دادم و اینا رو هر 3 شب یک بار پشت سر هم تکرار می‌کردم. کار اولی که انجام می‌دادم حرف زدن مثبت با خودم بود. من هر شب 5 تا 10 دقیقه سعی کردم که فقط با خودم مثبت حرف بزنم و تو اون تایمه حداقل تو اون بازه مثبت مطلق باشم. و من یادمه که مشاورم یه لیستی به من داده بود، اون منفی بافیایی که من داشتم توی این مدت، میرفتم باهاش صحبت میکردم و اونا رو مطرح میکردم و به من میگفتش که هر موقعی که تو داری با خودت مثبت فکر میکنی و این فکرای منفی میان سراغت و اون حرفای مثبتی که داری میزنی رو نقض میکنن، سریع ایگنورشون کن، بهشون توجه نکن و راه خودت رو پیش برو. مثلا من دارم صحبت میکنم با خودم، میگم که من خیلی مثلا توانمندم، بعد یهو یه فکری میاد تو ذهنم، یه جرقه، یهو یادته اون آزمون، اون روز، اون نمره، اون امتحان اینجوری شد، با اینکه تو خیلی خونده بودی ولی گند زدی، خب این چه توانمندیه. و حالا حین این حرف زدن مثبته، یه کاری که من میکردم این بودش که سعی میکردم برم بگردم من کجاها پیشرفت داشتم، هرچند کوچیک، کجاها یه دستاوردی داشتم، اونا رو یادداشت میکردم توی یه دفترچه. یادم این روزای آخری که حالا مونده بود به کنکور، میرفتم اینا رو میخوندم و وقتی که میخوندمشون خیلی اعتماد به نفسم رو میبرد بالاتر. باز دوباره رو اون بحث مثبت اندیشی خیلی بیشتر کار میکرد. یه جایی به بعد باعث میشد که من فقط اونا رو یادم بیاد و اون فکرای منفی و منفی بافیا رو قشنگ بریزم دور. و حالا حین این حرف زدن مثبته، یه کاری که من میکردم این بودش که سعی میکردم برم بگردم من کجاها پیشرفت داشتم، هرچند کوچیک، کجاها یه دستاوردی داشتم، اونا رو یادداشت میکردم توی یه دفترچه. یادم این روزای آخری که حالا مونده بود به کنکور، میرفتم اینا رو میخوندم و وقتی که میخوندمشون خیلی اعتماد به نفسم رو میبرد بالاتر. باز دوباره رو اون بحث مثبت اندیشی خیلی بیشتر کار میکرد. یه جایی به بعد باعث میشد که من فقط اونا رو یادم بیاد و اون فکرای منفی و منفی بافیا رو قشنگ بریزم دور. یه کار دیگه‌ای که من انجام میدادم بحث شوک‌گذاری بود. حالا این شوک‌گذاری صرفاً اون بحث معنویش نیست، و چیزی که اینجا مهمه اینه که ما قدردان باشیم. صرفاً اون قدردانی است که خیلی مهمه. مثلا من بعضی وقتا بود میرفتم خودم مقایسه میکردم با بقیه و اینجوری بود که دستاورد اونو میدیدم، دستاورد خودم رو نمیدیدم، پیشرفت اونو میدیدم، پیشرفت خودم رو نمیدیدم، درصد خوب اونو میدیدم، درصد خوب خودم رو نمیدیدم. و خب این اینجوری بود که من میومدم میگشتم، میدیدم
کجاها مثلا یه کوچولو پیشرفت داشتم، کجاها یه حرکت خفن زدم، بابت اونا از خودم تشکر میکردم. حتی خیلی وقتا از اون دستاوردهایی که نوشته بودم میومدم کمک میگرفتم و سعی میکردم بابتشون از خودم ممنون باشم. و اینجوری بود که یادم میومد که آقا منم یه جا دستاورد داشتم، منم پیشرفت داشتم، اینجوری نبوده که همش منفی باشه. یه بحث دیگه‌ای که حالا انجام میدادم اسمشو گذاشته بودیم شناوری احساسات. جوری که مشاورم به من میگفت اینجوری بود که تو وقتی که یه فکری میاد سراغت، فکره رو میگیری و دیگه ولش نمیکنی. و درست بود قشنگ. اینجوری بود که مثلا من داشتم درس میخوندم، یهو اصلا یه جرقه بود، یه تست مثلا نمیتونستم بزنم، یهو یه جرقه فکری بود که خب اگه سر جلسه کنکورم این اتفاق بیفته چی؟ فقط یه فکر بود و من میومدم انقدر اونو بزرگ میکردم، انقدر باهاش ور میرفتم که هی بزرگ و بزرگتر میشد و اصلا کلن حواسم از کاری که داشتم میکردم پرت میشد و اصلا میرفت به یه سمت دیگه. توی این شناوری احساساته مشاور اومد به من گفتش که تو اون جرقه که میاد بذار بمونه، یعنی اصلا یه چراغ چشمک زن باشه، فقط دیگه توجه نکن بهش و کار خودتو بکن. و من تأثیر اینو دقیقاً سر جلسه کنکور تیرم دیدم. سر کنکور تیرم هم دوباره همین بحث مدیریت زمان دفترچه فیزیک و شیمی پیش اومد و یه لحظه داش میرفت دقیقاً به سمت همون استرسه که بیخیال شدم و قشنگ همه چی اومد تحت کنترلم و پیش رفت خیلی عادی. نظری که دارم اینه که اونقدر کلن بها ندید به احساس. حالا نه که مثلا حالت خیلی بده خیلی افتضاح ولش کنی بگی نه من خوبم، ولی خب اونقدرم جدی نگیرید. یه سری از مسائل واقعا اونقدر جدی نیستن، ما خیلی جدیشون میکنیم. در کنار همه این کارهایی که انجام میدادم، حالا یه سری کارهای کوچیک دیگه ای هم بودن که من اونا رو هم سعی میکردم مستمر انجام بدم، که حالا هرچند کوچیک بودن ولی این تیه استمرار انجام دادنشون خیلی مفید بود. یه بحثی که بود بحث نفس عمیق کشیدن بود. نفس عمیق کشیدن سریع ترین راه واسه کنترل استرستونه و خیلی مؤثره توی حالا آزمونای تستی، کنکور یا مثلا آزمایشی که شرکت می‌کنی، چون اونجا سریع باید کنترل کنی شرایطو. و این نفس عمیق کشیدن درستی که این استرسو کم می‌کنه اینجوریه که شما یه دور نفس عمیق می‌کشید، یه ثانیه مکس می‌کنید، دوباره عمیق‌ترش می‌کنید، یه دو ثانیه صبر می‌کنید و با دهن میرید بیرون. و این کارو که دو سه بار انجام بدید سطح استرستون تو حد خیلی زیادی میاد پایین و خیلی کمک کننده است. یه بحث دیگه بحث مدیتیشن بود. حالا من این مدیتیشن رو معمولا شبا که حالا برنامه‌مو انجام میدادم و کارم تموم میشد سعی کردم که انجام بدم، بعضی وقتا هم صبح، ولی خب اکثرا همون شب قبل خواب که بتونم بعدش راحت بخوابم. و مدیتیشنی هم که انجام میدادم دیگه عادی ترین مدیتیشنی بود که حالا اکثرا هم انجام میدن، اینجوری بود که مدیتیشن تنفس بود. شما میشینید یه حالا موزیک ملایمی هم سعی میکنید بذارید، حالا ترجیحاً با هنس فری چیزی، و نفس عمیق میکشید و سعی میکنید کل تمرکزتون روی این پروسه یه نفس کشیدنه باشه. و اگه یه فکری اومد یه موقعی که سعی میکرد حواستون رو پرت کنه بهش توجه نمیکنید و سعی میکنید کلن اون تمرکز رو بذارید روی اون نفس عمیق کشیدنه. کمکی که این مدیتیشن به من میکرد این بودش که من آخر روز که کلن کارم تموم شد میمدم این مدیتیشن رو انجام میدادم و حالا هر فکر منفی بود، هر اتفاقی که افتاده بود شسته میشد میرفت. و این به مرور زمان اون آخره که نزدیکتر میشدیم به سال کنکور اینجوری بود که فکرای منفی من هی کمتر و کمتر و کمتر میشد، بعد از اون ور داشتم دستاوردام هم مینوشتم، هی اون قسمت میرفت بالاتر و اینجوری بود که از اون بعد منفی یه ذره اومدم بیرون و رفتم سمت اون بعد مثبته و این خیلی کمک کننده بود توی روزهای آخر. یه بحث دیگه‌ای هم که حالا خیلی دیگه جوگیر شده بودم و اینا گفتم بذار این حرکتم بزنم، بحث تغذیه بود که من سعی کردم یه کوچولو حالا تغذیه‌مو هم جدی بگیرم، ولی خب اونقدرم حالا چیز نبود که مثلا برم حالا دکتر تغذیه و اینا برنامه بده بهم. اینجوری بود که مثلا رفتم سرچ می‌کردم چه خوراکیایی به کاهش استرس کمک کنن، بعد اونا رو سعی می‌کردم بیارم توی برنامه. مثلا یه عادتی که من داشتم این بودش که حینه مثلا درس خوندنم یه بطری آب میذاشتم کنار خونم، مثلا این آخرها این بطری آبه شده بود گلگاو زبون. یا مثلا اون کیکی که میخوردم بین درس خوندنه که حالا یه ذره مغزم رفرش بشه، اون مثلا شده بود آجیل بادو مثلا گردوی چیزی. و اینجور چیزا مثلا میوه بود، سبزیجات بود، حالا میتونید برید مطالعه کنید ببینید چیا هست دیگه. به هر حال یه سری از بچهای کنکوری دارن این ویدیو رو میبینن و تا الان حتما از کلی از تجرباتون استفاده کردن، ولی خیلی خاص بخواین با خودشون صحبت کنین یا تم حرف آخر چیزی هستش که بخواین بهشون بگین؟ اگه بخوام یه چیزی بگم اینه که سال کنکور با هر سختی که داره، هر چالشی که توش اتفاق میفته، هر چیزی که ازش به خاطر میمونه،
خیلی چیزا بهتون یاد میده. یعنی وقتی که تموم میشه و شما وارد اجتماع میشید، میبینید چیزایی که تجربه کردید، اتفاقایی که افتاده، انقدر شما رو بزرگتر کرده، انقدر به آدم بالغتری تبدیل شدید، انقدر اصلا دیدتون، طرز فکرتون نسبت به مسائل متفاوت شده که همین به نظر من کافیه. یعنی اگه شما توی سال کنکورتون در حدی تلاش کنید که خودتون اون رضایت رو داشته باشید، راضی باشید که آقا من دارم تمام تلاشم رو میکنم، در نهایت چه اون تلاش نتیجه بده چه نده، شما حقتون رو از اون کنکوره گرفتید. و کلن زیاد سعی کنید نتیجه محور نباشید. وقتی که اونقدر نتیجه محور نیستید و استرس نتیجه رو ندارید، من اینو قشنگ اون آخرها که دیگه زده بودم به سیم آخر بهش پی بردم، وقتی که استرس اون نتیجه رو ندارید، ناخودآگاه کیفیتتون هم بهتر میشه، روندتون هم بهتر پیش میره. کلن زیاد نگران آینده و اینکه چه اتفاقی میفته و آقا اگه نشود چی نباشید. در نهایت اگه تلاش کافی رو بکنید در حدی که خودتون رضایت دارید، داستانو بستید. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین و تجربه‌ای که حالا در اختیار بچه‌ها گذاشتین و به نظرم خیلی میتونه کمک بکنه. یعنی منی که سه سال از کنکورم گذشته واقعا به من الانم هم کمک کردش توی مدیریت کردن استرس زندگی و اینها. خیلی اپیزود مفیدی بود، امیدوارم که بچه‌ها به دستشون رسیده باشه و استفاده کرده باشن. بازم دستون درد نکنه. خداحافظ. خدا نگهدار.